بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله. محسنين عزيز وقرامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. با سلسلة دروس راديولوجي تشخيصية اينك توجه شما را با لكتشر 11 همه راديولوجي تشخيصية جلب بنمائم. موضوع بحث امروزی ما شما پلموناری ترومبو امبولیزم است که پیرامون ترومبو امبولیزم بحث خواهیم کرد. ترومبو امبولیزم چیست، عوامل عمدهشان و بالخصوص توجه بیشتر ما شما به تشخیص رادیولوژیک آن خواهد بود. در کل میگیم که پلموناری ترومبو امبولیزم در حقیقت بندش شریان ریوی و یا شعبات آن از اثر امبولی است که امبولی میتوانه فرط امبولای باشه، ایر امبولای باشه و یا هم از دیپ وین منشأ گرفته باشه، ترومبوز منشأ گرفته باشه و یا هم امکان داره گاگا سپتیک امبولای و دیگه عوامل باشه. بعض وقت علتشان ممکن فشار خارجی بالای خود شعبات شریان ریوی و یا هم انویژن یا تهاجم تومور بالای شریان ریوی و یا هم نادرن بعض اوقات در اثر عدم موجودیت موادی که در لیز ترومبوز به شکل اندوجنوس نقش داره، مثلا فقدان پروتین سی و پروتین اس، می تواند در ایجاد پلمونری ترومبوئمبولیزم نقش خود را ایفا بکنه. رادیوتراپی هم می تواند سبب بعض وقت پلمونری ترومبوئمبولیزم شود. عوامل مساعد کننده شان حاملگی، استفاده از مواد یا دواها، مستحضرات یا دواهای اورال کانتراسپتیو، سفرهای طولانی مدت، عدم تحرکیت، عملیات های بزرگ جراحی بالخصوص به اطراف سفلی و به همین ترتیب هایپرکواغلیبلیتی استیت می تواند که در ایجاد پلمونری ترومبوئمبولیزم نقش خود را ایفا نماید. در اکثر وقوع‌های مریض قبل از اینکه نزدشان پلمونری ترومبوئمبولیزم به وجود بیاید، نزدشان دیپ این ترومبوز اطراف سفلی موجود می باشد. بعض وقت کنسرها هم می تواند سبب پلمونری ترومبوئمبولیزم شود. خب، به هر صورت مریض ما شما به پلمونری ترومبوئمبولیزم نظر کلینیک مشکوک است، چی باید کرد؟ یقینا که علائم عمدهشان چست پین، دیسپنه و گاگاه امکان دارد که هیماپتیزی هم نزد مریض موجود باشد. از نظر ای سی جی ممکن ما شما رایت اکسس دیویژن، آر بلندر، وی اک، به همین ترتیب تی انورژن در وی اک و در لید سه حساسیت فوق‌العاده مهم را در تشخیص پلمونری ترومبوئمبولیزم دارد. با آن هم ای سی جی به تنهایی نمیتواند تشخیص نقش داشته باشه. از نظر معاینات لابراتواری دی دایمر در خون بالا میره که موجودیت دی دایمر بلند اکثرا شک ما را به پلمونری ترومبوئمبولیزم زیاد میسازه، ولی بلندتر دی دایمر هم به تنهایی نمیتواند تشخیص پلمونری ترومبوئمبولیزم را وضع بکنه. معاینات رادیولوژیکی که ما شما استفاده میکنیم چست ایکس ری، رادیونوکلی اسکن و سی تی انجیوگرافیس. البته باید گفت که در ایکس ری ساده، یعنی ایکس ری که در آن از مواد کثیفه استفاده نمیشه، در 70% واقعات پلمونری ترومبوئمبولیزم هیچ نشانه ای را نشان نمیتواند و میشه که کاملا ایکس ری نرمال باشه. در بعضی واقعات میتوانیم که یکی از سه علائم را ممکن مشاهده بکنیم. البته یک از سه علائمی که زیاد مشهور است، ممکن علامات دیگه هم باشه، ولی سه علائم زیاد مشهور است. یکی از او وستر مارکر ساین است. وستر مارکر ساین به چی مانا؟ هرگاه میگیم ترومبوز در یکی از شعبات بزرگ شریان ریوی موجود باشه، در این صورت بندش ترومبوز در قسمت شریان ریوی سبب میشه که قسمت پروگزیمال شریان ریوی توسع کند، اما قسمت دیستالشان در آن ترومب است توسع نمی کند. خیلی توسع پروگزیمال شریان ریوی قبل از بندش نامش میمانیم وستر مارکر ساین. و همین ترتیب در اثر بندش شریان ریوی اروای ریه قطع میشه، بینان سبب احتشاء ریه میشه، اما این احتشاء موقعیتشان محیطی است و به شکل ترینگولر یا مثلثی میباشه که ضربه شان به طرف هایلم یا سوره ریه متوجه است. یک اوپاسیتی را میبینیم، ناحیه رادیوپک را شاید دیدیم
که به شکل مثلثی خواهد بود که قاعدهشان به طرف پلورا و ضربهشان به طرف هایلم ریه است که نامش میمانیم هامتونز هام ساین، علامه هامتونز هام. و بعضا ما شما از دمریز پلورال افیوژن را پیدا میکنیم. این سه علامه بیشتر مشاهده میشه، ولی باید ما باشه که این علامات ممکن در 10% واقعیات، 40% واقعیات، 30% واقعیات ببینیم، اما در 70% واقعیات ما شما همیشه چست اکس ری نرمال را دریافت میکنیم. این در چست اکس ری میشه که یکی از سه علائم ببینیم که خیلی مهم است و همیشه در کلینیک اسپستان پرسان میشه که علائم عمده رادیولوژی که پلمونری ترومبوئمبولیزم در چست اکس ری چی است. شما میگیم ویستر مارکر ساین، هامتونز هام ساین و پلورال افیوژن. ای از علامات مهمش است. معاینه دیگه ما که ما شما سابق استفاده میکردیم و حالی نمیکنیم او رادیونوکلید سکن بود. در رادیونوکلید سکن دو نوع معاینه را انجام میدیم، یکی ونتیلیشن دیگه هم پرفیوژن. ونتیلیشن به این معنا که به مریض مواد رادیواکتیو را انشاق میکنیم و بعد از پیشروی کمره گاما استادش میکنیم که آیا تهویهشان درست است یا نه. بعد از این برایشان مواد رادیواکتیو را از طریق وارید زرق میکنیم و پیشروی کمره گاما استاد میکنیم و میبینیم که آیا پرفیوژن درست است یا نه. اگر پرفیوژن و ونتیلیشن هر دو درست بود مریض ما نرمال است. اگر ونتیلیشن خراب بود پرفیوژن درست بود، میگه مریض ما آفت ترقی هوایی داره. اگر پرفیوژن نقص داشت ونتیلیشن خوب بود، میگه مریض ما پلمونری ترومبوئمبولیزم داره. که یک معاینه البته مغلقی هستن، هر جای قابل دسترس نیست. در اساسات هم توضیح کردیم، میشه یک بار به اساسات هم مراجعه کنید. ولی در عصر حاضر بهترین معاینه ما شما در دنه پلمونری ترومبوئمبولیزم سی تی انجیوگرافی است. به این معنا که به مریض مواد کثیف را زرق میکنیم و همزمان سی تی اسکنشان گرفته میشه. در با کمک پلمونری سی با کمک سی تی انجیوگرافی ما شما می توانیم پلمونری ترومبوئمبولیزم را به وجه احسنشان تشخیص نمایید. شما دیگه میبینید یک سی تی انجیوگرافی را شما نشان میدین، البته میبینید که قسمت قدام استرنوم است و هم خلف ستون فقرات است، قبلغه ها هستند. به همین ترتیب شما عضلات را میبینید و این هم میدیاستینال ویندو است که ما شما خوانده بودید در اساسات. اسندینگ اورتا است، سوپریور وینا کاوا است، دیسندینگ اورتا است، پلمونری ترنک است. اگر پلمونری ترنک خوب تحقیق بکنید در این ساحه هم شما یک دیفکت را میبینیم، یک نقص را میبینیم که مواد کثیفه در آن دیده نمیشه. میگیم این در حقیقت ترومب است، ترومب بزرگی هستند در شعبه طرف چپ. به همین ترتیب در سگمنتی که یا در در حقیقت قطعه از شریان روی که به طرف اپر لوب میره ایره هم مسدود کرده، به همین ترتیب برانچی که به طرف لوور لوب میره ایره هم مسدود کرده که به شکل نقص امتلاع یا به شکل نواحی هایپودنس سفید سیارنگ دیده میشه. اگر شریان روی طرف راست رو تعقیب بکنیم هم شما میبینیم که یک ترومب در شریان روی راست مشاهده میشه. به همین ترتیب شما پلورال افیوژن رو میبینیم در این جلبت کم در طرف راست و طرف چپ، ما شما پلورال افیوژن زیاد رو میبینیم و اتلکتازیس ناشی از فشار پلورال افیوژن بالا ایریا هم مشاهده میشه. خیلی کمترین مقدار ترومبی که در شریان ریوی در یک از شعبات شما موجود باشه ما شما با کمک سی تی انجیوگرافی و خوبی مشاهده کرده میتوانیم که شما میتوانیم در ایمیج به خوبی ببینیم. در ایمیج خوب شما توجه بکنین، البته باز هم سی تی مریض است که مشکوک به پلمونری ترومبوئمبولیزم بود. حالا در میدیاستینال ویندو میبینیم که آیا در شریان ریوی بندشی وجود داره یا نه. یه شریان ریوی است، میبینیم مشاهده میکنیم چیزی داره یا نه. خوب توجه بکنید، در شریان ریوی طرف راست در نهایتشان شما ببینید یک ترومب دیده میشه در شعبه که به طرف لوب راست میرن. در سگمنت شریان ریوی که به طرف دو به راست میرم و شما یک ترومب را مشاهده میکنیم که مکمل شریان را بسته کرده. دیگه ما شما پلورال افیوژن را میبینیم، بازم اتلکتاز را میبینیم و پلورال افیوژن را مشاهده کرده میتوانیم و تایی سی تی انجیوگرافی است در میدیاستینال ویندو ما شما میتوانیم که میدیاستین را خیلی خوب ببینیم و این قلب راست بود. البته این هم شریان ریویس بودن که مشاهده کردیم و این هم ابهر است که میبینیم. این هم برانکس است، برانکس چپ، برانکس راست. این هم میری که شما مشاهده میکنین و این هم گفتم که خود شریان ریویس تن که مشاهده کردیم. البته این لنگ ویندوز
دفعه لنگ ویندو را فعال کردیم، در لنگ ویندو باز هم میبینیم که شما پلورال افیوژن را خیلی واضح مشاهده کرده میتوانیم، اتلکتاز ناشی از فشار پلورال افیوژن هم مشاهده کرده میتوانیم. با همین ترتیب ما شما میتوانیم که باز هم ببینیم که آیا در شریان ریوی کدام بندش یا ابستراکشن وجود داره یا نه. اگر شریان ریوی را تحقیق بکنیم، شعبه راستشان یک ناحیه هایپودنس را نشان میدهد در طرف سگمنتی که به طرف لوبه سفلی میره، که نمایندگی از پلمونر ترومبو امبولیزم. و با کمک سی تی انجیوگرافی ما شما میتوانیم پلمونر ترومبو امبولای را با وجه احسنشان مشاهده بکنیم. ما در اینجا خیلی خوب میبینین یک ترومبی را که در به شکل هایپودنس در شریان ریوی در سگمنت که به طرف در لوب آرتری که به طرف لوب سفلی میره ما شما مشاهده کرده میتونیم. بندش یا ترومبی یا پلمونری ترومبو امبولیزم میتونه مسیو باشه، در صورتی که مکمل ترانک را بسته کرده باشه مسیو، در صورتی که میتونه یکی از شعبات را بسته کرده باشه میگیم لوبار، و در صورتی که به طرف سگمنت رفته باشد شعبه سگمنتشون بسته باشه میگیم سگمنتال، در صورتی که در شعبات کوچک تروم مبلی باشه میگیم سب سگمنتال. البته ای از نظر رادیولوژی است، نظر هموداینامیک هم میتونه که شدید و متوسط یا خفیف باشه، و به همین ترتیب ما شما میتونیم نظر به کلینیک و نظر به اندازه تروم منیجمنت یا تدابیر لازمه را به مریض اتخاذ بکنیم. از نظر زمان میتوانه حاد باشه و هم میتوانه مزمن باشه. در مزمن بیشتر سبب پلمونری هایپرتنشن میشه، در حالی که در حالت حاد سبب اکیوت رایت وینتریکولار فیلیر شاک و امکان داره باعث مرگ هم شوه. شما در داخله خواندین پلمونری ترومبو امبولیزم رو خواندین، معلومات کافی دارین، فقط ما شما در این سرشان بحث کردیم. امید است که شما یک بار داخلتان رو ببینین و درباره شان معلومات خود را به دست بیارین. تمام بحث درباره پلمونری ترومبو امبولیزم در داخله شده، در اینجا وقت ما را میگیره، نمیتوانیم که پلمونری ترومبو امبولیزم را دوباره توضیح کنیم. شما مکمل ترومبو امبولیزم را یا خواندین یا هم میخوانید. دیگه برانکوجینیک کنسری را هم شما در داخله سمستری که گذشت خواندین. شما برانکوجینیک کارسینوما یا کنسر ریوی به خاطر برانکوجینیک میگیم که زیاد وقت از برانکس منشأ میگیره، به این خاطر نامش میشه برانکوجینیک کارسینوما، اگر در غیر آن نامش لنگ کنسر است. معمول ترین کنسر هست و تقریبا مانند برست کنسر مشاهده میشه. در دیگر دنیا نزد خانم ها جت هستن، در وطن ما شما نزد مرد ها جت هستن، چون زیاد مرد ها سیگریت استفاده میکنن و در دیگر دنیا خانم ها جت سیگریت استفاده میکنن و ارتباطی بسیار مستقیم با سیگریت داره. به خاطر آسانی کار خودی را ما به دو گروه تقسیم میکنیم که پریفرال تومور کانسری که موقعیت محیطی داره و کانسری که موقعیت مرکزی داره. اما نظر پاتولوژی میشه که به چهار بخش و دو بخش تقسیم شه، و شما در داخله باز میره خواندین سمال سل کارسینوما و لارج سل کارسینوما، نان سمال سل کارسینوما، که نان سمال سل کارسینوما شامل لارج سل کارسینوما، سادینو کارسینوما، واسکوما سل کارسینوما و دیگر نان سمال سل کارسینوما هستن، که نان سمال سل کارسینوما زیاد زود متاستاز میکنه و سبب سوپرنووا نکاوا سندرم و به همین ترتیب سبب پارانوپلاستیک سندرم ها میشه. یک بار بازم توصیه میکنیم که شما داخلیتان رو بخونید، در غیر آن به تنهایی را به رادیولوژی نمیتوانیم که هم موضوعات را ما توضیح بکنیم، چون وقت گیر است. شما این را خواندین، فقط ما شما میخوانیم که از نظر رادیولوژی توضیحش بکنیم. خب به هر صورت از نظر رادیولوژی برانکوجینیک کنسر را به دو بخش تقسیم میکنیم به خاطر آسانی کار خود. برانکوجینیک کنسری که موقعیت محیطی داره و برانکوجینیک کنسری که موقعیت مرکزی داره. کارسینوما ها میشه به شکل یک نودول تظاهر بکنه در به شکل محیطی ایشان. البته ما شما نودول را خوانده بودیم، هر ساختمانی که قدرشان از 3 سانتی متر کم بود نامش نودول میگفتیم، و این نودول ها به شکل تصادفی در ریه پیدا میشد. با شما ما شما را تا 2 سال تعقیب میکردیم، هر تا 2 سال هیچ تغییری به وجود نمی آمد، میگیم این نودول که از سلیم از غیر آنگا بزرگ میشد، حدس میزنیم که این از مریض شاید کنسر باشه. و سن هم نقش عمده داشتن، تاریخچه سریت کشیدن هم نقش عمده ای داشتن. دیگر کنارهای نودول خیلی مهم بود، اگر اسپیکولیشن داشت یا کویچی داشت یا اندازشون بیشتر بود، همیشه ما شما به کنسر حدس میزنیم که در اولی که ما شما رادیولوژی را شروع کردیم بخش دوم صدری را هم توضیح کردیم. شما اینجا در اکسری میبینین یک کتله دیده میشه.
کتله به خاطر ببینید خودشناسی سانتی متر بیشتر است، غیر منظم است و در موقعیت محیطی داره. بیشتر نزد یک کسی که حداقل از 40 سال عمرشون بیشتر تر است یا 50 سال عمرشون بیشتر تر است و با این کتله رو برو میشیم و تاریخچه سیگرت داره، همیشه تقریبا فکر میکنیم که مریض ما شما برانکوجینی کنسر خواهد داشت. البته تایپ شان از نظر هیستولوژی و پاتولوژی تشخیص میشه. دیگر تومور ما شما به موقعیت مرکزی داشتیم، در صورتی که با میدیاستین نزدیک باشه یا با هایلم نزدیک باشه در این صورت میگیم این تومور موقعیت مرکزی داره، اگر از هایلم دور بود میگیم این موقعیت محیطی داره، اگر با هایلم نزدیک بود میگیم این موقعیت محیطی مرکزی داره. تومورهایی که موقعیت مرکزی داره بیشتر به هموفتیزیس تظاهر میکنه و بیشتر به کلاپس ریه تظاهر میکنه، اما تومورهایی که موقعیت محیطی داره دیرتر تظاهر میکنه به خاطر که زود سبب اعراض علائم نمیشه تا اینکه به چستوال حمله ور میشه و در این دلیلشون شاید چسپن باشه یگانه اعراضشون. اما در اینجا ما شما علائم کلاسیکشون که همانا سرفه و هموپتیزیس در تومورهای مرکزی ممکن مشاهده بکنید. تومورهای مرکزی به شکل یک کتله دیده میشه که به هایلم نزدیک از غیر منظم است، پیکولیشن است، اکثر وقت با کلاپس ریه یک جا می باشه و ممکن اگر انتان سنایی مداخله بکنه کانسلر هم در ساحه مشاهده بکنید. و هر صورت به تنهایی اکسری نمیتونه با ما تشخیص کنسر را وضع بکنه. اگر تان بود ما شما سیری سکن کار میگرفتیم و بالاخره میرفتیم به پیل سی تی و گاگاز امارای هم کار میگرفتیم. سی جی اسکن در استیجینگ کنسر نقش اونده داره. مثلا اینجا با ما شما یک نودول را نشان میده سی جی اسکن که سپیکولیشن داره و دیده میشه که به طرف هایلم ریه هم سایر کرده، که خیلی به وضاحت ما شما این کنسر را دیده میتونیم با مواد کثیفه ای که میتیم یا غیر از مواد کثیفه هم، چون یک کتله از هایپر دنس است و شما این را مشاهده کرده میتونیم اگر مواد کثیفه را استفاده بکنیم، چون کنسر نشونمای سری داره زیاد مواد کثیفه را به طرف خود جذب میکنه. FDG PET CT PET CT هم به ما موقعیت کنسر را خیلی خوب نشان میده و به همین ترتیب تهاجمشان به انساج محیطی و در صورتی که دیگه نودل های کوچک کوچک موجود باشه از یک سانتی متر خردک باشه در سیری اسکن دیده نشه و در PET CT حتما مشاهده میشه. MRI بیشتر در دیدن لنگ کنسر استفاده نمیشه با استثنای پانکاست تومور که شما هم در داخل را خواندین، در صورتی که تومور در ذروه ریه باشه و این بیشتر متاستاز به انساج عصبی میکنه با پلکسو سرویکال میکنه و نامش پانکاست تیومور میگیم که با توزس میوزس و انهایدروزس که من مجموعه نمشون به نام هارنر سندروم مشهور است زیاد به وجود آورده میتوان اصاب هارنر سندروم میشه، در صورتی که ما نزد مریض به هارنر سندروم شک داشته باشیم و مریض ما سنشان بلند باشه و فکر میکنیم که مریض ما ممکن کارسینوم های ذروه ریه داشته باشه، بهترین معاینه ما امارای است، به خاطر که امارای در دیدن سافت تیشو بالخصوص انساج عصبی و تهاجم تومور به پلکسو سرویکال نقش اساسی را ایفا میکنه. و همین ترتیب سی جی اسکن میتونه لمفادینوپاتی هایلم را به ما نشان بده، پلورال دیفیوژن را نشان بده، چست وال انوالومنت یا تهاجم تومور را به جدار صدر نشان بده و به همین ترتیب در صورتی که تومور از طریق لمف متاستاز کرده باشه به دیگر قسمت های ریه ما شما در سی تی اسکن خیلی خوب دیده میتونیم که هرگاه تومور از طریق لمف ریه منتشر شه و در لمف ریه گسترش پیدا بکنه به شکل دلهای کوچک کوچک و زخامه پرده های کوچک پلورا دا داخل ریه نامش میمانیم لمفنجو کارسینوماتوزیس، که لمفنجو کارسینوماتوز شه ما شما را سی جی اسکن خیلی خوب دیده میتونیم و لمفنجو کارسینوماتوز بیشتر در تومورهای دیده میشه که اکثرا سورسشان در دیگه جای باشه و بعد ریه متاستاز کرده باشه. دیگه میام سر متاستاسیس. متاستاز ها البته تومورهای مختلف بر ریه متاستاز میکنه، از جمله میلانوما هستن، برست کنسر است، کلون کنسر است و دیگر کنسرهای هستند که میشه به ریه متاستاز بکنه. متاستازها در اکسری به شکل نواحی رادیوپاک کوچک کوچک غیر منظم و یا هم بزرگ بزرگ به کنارهای مخشوش در تمام ریه مشاهده میشه که در ریه گسترش یافته. متاستازها را ما شما به شکل نواحی رادیوپاک غیر منظم و متعدد در زمین ریه در اپر زون، میدل زون و یا لوور زون مشاهده میکنیم. باز هم بهترین معاینه به خاطر متاستاز همانا سی جی اسکن است، که سی جی اسکن در تشخیص متاستاز های ریه نقش اساسی را ایفا میکنه. بیایم سر موضوع بعدی ما میدیاستینال دیزیز است، آفات میدیاستین. باید بگویم که میدیاستین چی را میگه. شما باز هم میدیاستین را در آناتومی خواندین بلد هستند. میدیاستین فضای هستند که در خدام توسط استرنوم، در خلف توسط ستون فقرات، در پایین توسط دیافرام و در بالا توسط افلیت
داره افتلیت صدر مهات شده است. همین ساحه که شما میبینید در خودم توسط سترنوم، در خلط توسط دون فقرات، در سبت توسط دیافرام و در بالا توسط یا تورستیک افتلیت مهات شده. نامش میمانه میریاستین یا منصف. منصف البته علما ای را به سه بخش تقسیم میکنن نظر رادیولوژی. منصف قدامی ما شما میبینیم که از سترنوم شیرو تا پیریکارد، همین ساحه که شما میبینید را میگیم میریاستین قدامی. بعد از داریم میریاستین متوسط که از پیریکارد شیرو تا قسمت میری، البته ای را میگیم میدل میریاستین که قلب، برانکا، ترخیا، برانکس ها و اویه بزرگ در بر میگیرن و خود ترخیا جمع با معذرت میری خود ابهر و ستون فقرات ای در جمع میریاستین خلفی میاید. بعض علما یک میریاستین دیگر دارن سوپر میریاستین که از تی 4 به بالا بعد از انگل اف لوئیس به بالا این قسمت را ما شما به نام سوپر میریاستین مینامیم. خب انترو میریاستین داشتیم از خود استرنوم الا پریکارد، دیگه میدل میریاستین داشتیم از پریکارد تا به میری، از میری الا ستون فقرات ما شما نامش میمانیم پوستر میریاستین. چی دیده میشه در انترو میریاستین؟ کدام ساختمان ها در انترو میریاستین ما شما که در انسای شهمی را میبینیم، اویه را میبینیم و به همین ترتیب بقایای از تایمس را میبینیم. در میدل میریاستین چیزی که دیده میشه قلب است، اویه بزرگ است، ابهر است، مانده بینکه و سوفریور و انفریور، ترخیاس، برانکس است و در پوستر میریاستین میری است، ابهر است، ستون فقرات ما شما مشاهده کرده میتونه. یعنی دیسندینگ اورتا هم مربوط به چی میشه؟ مربوط به پوستر میریاستین، در حالی که اسندینگ اورتا و قوس ابهر مربوط به میدل میریاستین میشه. ریجه هم این چیز است، سنتر میریاستین رو شما میبینین، سوپر میریاستین رو میبینین. در سوپر میریاستین چیزی که زیاد دمیشه اویه هست، باز هم بخشی از قوس ابهر است و گاگا خود تایراید هم مربوط به سوپرور میریاستین میشه و این هم پوستر میریاستین است که ما شما بینیم و این هم میدل میریاستین. میریاستین را ما میتوانیم در خود سی تی اسکن خیلی خوب مشاهده بکنیم. هیچ چیز که شما بینید سوپرور میریاستین است که ما شما مشاهده میکنیم و تا بسیار خوبشان دیده میشه به این رنگی که شما میبینین و این هم خود کلاویکول هاستن یا ویه بزرگی هستن که شریان سب کلاویان طرف چپ است، انترنال کروتید است و براکیوسپالیک ارتری است و براکیوسپالیک وین است که ما شما مشاهده میکنیم. براکیوسپالیک وین، براکیوسپالیک وین ما شما سب کلاویان وین و براکیوسپالیک وین را ما شما مشاهده کرده میتوانیم. این در کل و با بخش از ترخیا مربوط به سوپر میریاستین. از اون بخش ساحل شما میبینید انتیرو میریاستین است. بعد از این دیگه شما میدل میریاستین میبینید و از میری به بعد چیزی که شما میبینید این دیگه پوستر میریاستین میاد که در نمای اکسیال هم شما اینو مشاهده کرده میتوانید با بسیار شکل خوبشان شما بازم ببینید انتیرو میریاستین تا قسمتی میری که از میدل میریاستین و از میری به بعد اینا میگیم پوستر میریاستین که برنگ‌های مختلف در جدیده میشه ما شما آن را مشاهده کرده میتوانیم که در اینجا باز هم انترو میریاستین را میبینیم، میدل میریاستین را میبینیم و میری و از میری و بعد ما شما ساختمان‌هایی را که میبینیم این مربوط به پوستر میریاستین است که ما شما این ساختمان‌ها را بیشتر توضیح کردیم و مشاهده کردیم. تا این بازم اکسری است که شما اکسری را خواندین. در اکسری قدامی خلفی تقسیمات میریاستین مشکل است اما با آن هم آفات که در دو طرف قلب میبینیم این بیشتر ما و شما مربوط به انترو میریاستین میدانیم. اگر کدام آفات در این قسمت باشه بعد در وسط اینا بیشتر ما با میدل میریاستین فکر میکنیم و اگر آفات به دو طرف ترخیا در بالا مشاهده کنیم در این طرف و در این طرف ما شما زیاد فکر میکنیم که آفات مربوط به پوستریور میریاستین خواهد بود. اما باز میگیم که در اکسری پی ای تقسیمات میریاستین مشکل است. تقسیمات میریاستین رو ما در لترال اکسری و به خوبش در سی تی اسکن میکنیم. با آن هم اگر آفات گفتم در این ساحات باشه در این طرف قلب یا این طرف قلب ما شما فکر میکنیم که در آنترو میریاستین است. اگر آفات در مرکز باشه در این قسمت میگیم بیشتر در میدل میریاستین است. در صورت که آفت در این ساحه طرف ترخیا باشه به دو طرف
میگیم این بیشتر مربوط به پوستر میدیاستینس، ولی بازم میگیم که پی ایکس ری در تقسیمات میدیاستین نقش بسیار اندک داره. در تقسیمات میدیاستین و در دنافاتشان سی تی اسکن و ام آر آی نقش اساسی داره. چرا سی تی اسکن و چرا ام آر آی؟ به خاطر که چون در خوب توجه کرده باشین در ساختمان های میدیاستین توسط شحم جدا شده. اگر ما شما ساختمان های میدیاستین رو ببینید توسط شحم از هم دیگر جدا شده. اما شما میدانیم که شحم در سی تی اسکن و ام آر آی خیلی خوب دیده میشه. در سی تی اسکن نظر به دنسیتی پایین داره، یعنی هانسمن نمبر منفی داره، و در ام آر آی هم چون هیدروژن بیشتر داره به شکل هایپر انتنس مشاهده میشه که این شحم میتونه این ساختمان های میدیاستین را از هم دیگر جدا جدا بکنه و ما شما آن را با آسانی دیده بتانیم. چیزی که در میدیاستین دیده میشه پیشتر توضیح کردیم، در انتر میدیاستین خود شحم بود، اویه بود و بقایای تایمس بود با عقدات لنفاوی. در میدل میدیاستین چیزی که دیده میشه و قلب است، سوپریور وینا کا و انفیرور وینا کا و خود ابهر، البته قوس اسندنگ اورتا با بخش قوس از ابهر و به همین ترتیب ترخیا با برانکس هایشان ای در میدل میدیاستین است و عقدات لنفاوی هم همراهشان. میری دسندنگ اورتا، ستون فقرات و باز هم عقدات لنفاوی ای مربوط به میدیاستین خلفی میشن. در سوپر میدیاستین بخش از ابهر اویه بزرگی که سه شو اویه ما شما داریم شراین، یکشان سبلک سب کلاویان وین است، به همین ترتیب انترنال کروتید است و براکیوسیفالیک ارتری است، به همین ترتیب براکیوسیفالیک وین راست چپ است که هر دویشان سوپریور وین کاوار می سازه و ای هم در سوپر میدیاستین بود با تایراید. در اینجا هم البته بدون کانترست ما شما میبینین یک نمای از میدیاستین که شما ایورتا را میبینین، سوپر وین کاوار را میبینین، شریان ریوی طرف راست را میبینین، برانکس هم میبینین، شریان روی طرف دیسندنگ اورتا را میبینین، شریان روی طرف چپ هم میبینین. البته اینجا هم ما شما میتوانین با کمک سی تی اسکن ببینین، ولی مواد کثیفک استفاده نشه و ساختارهای میدیاستین را ما خوب دیده نمیتوانیم. دیگه یه سری آفات میدیاستین چیزی که بیشتر در میدیاستین دیده میشه و کاتالات هستن و کاتالات را ما شما با کمک ایکس ری تا حدی، اما بیشتر توسط سی تی و ام آر آی مشاهده میکنیم. کاتالاتی که در میدیاستین دیده میشه، البته نظر به این که اگر ما ساختمان های میدیاستین را بفهمیم بسیار آسان میشه. مثلا اگر کاتله در انتر میدیاستین بود بیشتر فکر میکنیم که شاید تایراید ماست، ببخشید شاید مربوط به تایمس باشه. در صورتی که در سوپر میدیاستین باشه فکر میکنیم که شاید تایراید باشه. در صورتی که کتله در میدل میدیاستین باشه مربوط به اویه است و بعض وقت به برانکل سیست مربوط میشه. لنفادنوپاتی ها در هر سه میدیاستین دیده میشه. در صورتی که در آفت در خلق بر میدیاستین خلفی ببینیم بیشتر فکر میکنیم که نیوروجینیک تومور است، یعنی توموری که از خود ستون فقرات و یا هم از جذور عصبی یا نخاع منشأ میگیره. تایموما و درموید سیست مثل که پیشتر گفتم مربوط به انتیرو میدیاستین است. درموید سیست چی است؟ پس آنساش بحث میکنیم. نوی سیستی هستن که در آن بقایای از اکتودرم، میزودرم و اندودرم دیده میشه. بیشتر از اکتودرم که همانا ناخون و دندان و دیگه قسمت ها در بین یک سیست و بعض وقت عظام رو مشاهده میکنیم که شما در پاتولوژی خواندین به نام تراتوما. تراتوما یا درموید سیست گاگا اکثر وقت تخمدان تظاهر میکنه، اما میشه که برای تخمدان در خود میدیاستین هم مشاهده شود. تیراتوما و تایموما بیشتر در آنتریور میدیاستین مشاهده میشه. البته تایراید هم میتونه در میدیاستین مشاهده شود و لنفوما هم میتونه که در میدیاستین مشاهده شود. میدیاستین خودامی کلسیفیکشن ها را میتونه هم در سی میدیاستین مشاهده بکنه. شما در اینجا دیده میتونین که یک کتله ای را میبینیم که تقریبا در سوپر میدیاستین رو احتوا کرد، برای ترخیا فشار وارد کرد، ولی در ایکس ری قدامی خلفی پیشتر هم گفتم که دیدن همچون کاتالات موقعیت اساسیشان مشکل است. خیلی چی میکنیم؟ مریض را سی تی اسکن میگیریم. سی تی اسکن زمانی که ما شما انجام داریم مواد کثیفه را که داریم، چون مواد کثیفه ترکیب خلایدین داره توسط تایراید خیلی خوب گرفته شد. اینا ما شما یک کتله ای را میبینیم که دو لوب داره و در اطراف ترخیا قرار دارد. یقینا این دو لوبی که داره در اطراف ترخیا قرار داره، یقینا که تایراید بزرگی هستن که از و میدیاستین سوپریور پایین آمده و
و دیجه هم ما ببینیم که ترخیار از داری فشار خود قرار داده است. اگر دیجه خوب توجه بکنین یا انتیرو میدیاستین است یا کتلا دیده میشه درست در موقع تایمس قرار داره، میگه می در حقیقت تایموما هست. در اینجا هم شما در انتیرو میدیاستین در میدل میدیاستین کتلات از سافتیشو رو میبینین، انسال رخوه رو میبینین. اگر خوب توجه بکنین در نواحی است که اقدات لنفاوی بایدی باشن، میگه می در حقیقت اقدات لنفاوی پریواسکولر است، هم پاراتراخیال است. این دقت میدیاستین لنف ادینوپاتی است که ما شما میبینید در هر سه مید در هر دو میدیاستین در اینجا و خاطر اینکه در خلفی در درسته ای مقتنه آمده، اما در میدیاستین خدامی و در میدیاستین متوسط این ای کتلات را ما شما مشاهده میکنیم از صافتی شومه این دی در حقیقت از لنف ادینوپاتی است. گاکو به کتله منظم لشم برخورد میکنیم که ممکن در میدیاستین خلفی یا میدیاستین متوسط با مذرت باید مشاهده شود، بعد در اکسری برشان حدس میزنیم چون یک کتله هستن لشم منظم زیاد فکر میکنیم که شاید یه برانکیال سیست باشه و برانکوجینیک سیست بیشتر به شکل ولادی تظاهر میکنه و این هم ما شما با کمک سی تی اسکن دیده میتوانیم چون نمبر هانسپلد پایین داره. سیست رو ما شما میشناسیم که در جواب پاتولوژیک است توسط یک غشای احاطه شده در هانسپل نمبر برینسیتی پایین داره، ما شما آن را خوب تشخیص کرده میتونیم، اما بعض وقت مشکل است تشخیصشون با زمارای کار میگیریم چون مایش در تی یک هایپو اینتنس است، در تی دو همیشه هایپر اینتنس دیده میشه. گوگو ما شما یک کتلی را میبینیم که کاردی فرینک انگل را بسته کرده، اما شما میبینیم دارک است یا تاریک دیده میشه یا رادولوسن دیده میشه، میگیم این پریکاردیال فت است. شما میفهمین که پریکارد دو بخش داره، که پریکارد حشوی است دیگه پریکارد جداریس، پریکارد بین فریکارد حشوی و جداری یک در حقیقت اکثر وقت زیر اپیکاردیوم ما شما شهم را میبینیم که دهیده ما شما میگیم پریکاردیال فت و پریکاردیال فت در افرادی که چاق است اکثر وقت نواهی از کاردی فرینک انگل را بسته میکنه و اگر شما زیاد بلد نباشین اکسری ها را دیده نباشین فکر میکنین که کتله است، در حالی که کتله نیست میگیم این پریکاردیال فت است. گاه گاه با یک اکسری ما شما برخورد میکنیم که ایر فلوید لیول را میبینیم. ایر فلوید لیول با چی مانا؟ اگر ببینیم خوب توجه بکنید این ساحه هوا دیده میشه، زیرشون مایع، سویه هوا و مایع، سویه مایع و هوا، سویه همین در حقیقت لیول میگن، همین خطی که ما شما میبینیم بالایش سویه هوا دیده میشه و در پایین مایع دیده میشه، اینو میگیم ایر فلوید لیول. اگر ما شما ایر فلوید لیول را بالای قلب دیدیم تقریبا همیشه باید فکر بکنیم که مریض ما هیاتوس هرنیا داره. هیاتوس هرنیا را شما میشناسین، هرگاه بخشی از معده از طریق دیافرام داخل صدر شود در این صورت نامش میمانیم هیاتوس هرنیا یا فتق حجاب حاجزی. خب در ایکس ری پی ای ما شما آن را به شکل ایر فلوید لیول میبینیم، اما بعضی وقت با آبسی مغالطه میشه، فکر میکنیم که آبسی است چون در آبسی هم ایر فلوید لیول میبینیم. خیلی چی میکنیم؟ میگیم یک لترال ایکس ری میگیریم، زمانی که لترال ایکس ری گرفتیم بازم ایر فلوید لیول میبینیم و ایر فلوید لیول با یک راه ارتباطی که نمایندگی از میری میکنه وصل است، اما باز هم 100% یقین نداریم که هست یا نه. چی باید بکنیم؟ با مریض مواد کثیفه میتیم، زمانی که مواد کثیفه خورد اگر مواد کثیفه از میری و بور کرد داخل معده شد دیده پر کرد میگیم این راستی هم هیاتوس هرنیا است، اگر نکرد میگیم نه هیاتوس هرنیا نیست. در سی جی اسکن هم هیاتوس هرنیا خیلی خوب میبینیم، سر هیاتوس هرنیا ان شاء الله در بخششان در بخش هضمی و تفصیل بحث خواهیم کرد. خیلی اگر شما با در میدیاستین به کتله برخورد کردن که ایر فلوید لیول داشت، یک تشخیص تفریقی باید به یادتان باشه که این ممکن هیاتوس هرنیا باشه، که هیاتوس هرنیا را به کمک مواد کثیفه اورال خیلی خوب دیده میتوانین و یا هم سی تی اسکن یا خوبش اندوسکوپیست، به کمک اندوسکوپی ما میتوانیم هیاتوس هرنیا را خیلی خوب تشخیص بکنیم. اندوسکوپی یک وسیله آسانی هستن که ما میتوانیم به کمکشون آن را ببینیم، سی تی اسکن هم میتوانیم و با کمک مواد کثیفه هم تا حدی میتونیم که هیاتوس هرنیا را تشخیص بکنیم. این یک مریض نرمال هست البته نظر ایکس ری، هدف ما است که ما شما یک تایمس را میبینیم. در اطفال شما گاگا با یک کتله برخورد میکنیم، در اطفال که هنوز بالغ نشده گاگا یک کتله را شما میبینید، اطفال بسیار سن پایین ما شما یک کتله را میبینیم به شکل مثلث شکل که تایمس از غلطی نکنید و این کدام آفت خاص نیست، ما شما با اون برخورد میکنم یک کتله نرمال است که در سوپه در انتیرو میدیاستین مشاهده میشه. گاه گاه ما شما باید تو کتلات بر میخوریم که
منظم است، لشم است، اما در بینشان کلسیفیکشن خشن خشن دبل دبل دیده میشه که ما شما حدس میزنید کدام کتله پس شاید خبیث یا سلیم باشد. در اینجا هم ایکس ری به ما زیاد کمک کننده نیست، خب معاینه ما سی تی اسکن است. اگر اینجا خوب ببینیم و می مریض ما که سی تی اسکن کنیم یک کتله بزرگ را دیده میشه، یک کتله بزرگ را دیده میشه که انتیرو میدیاستن را مکمل پر کرده و این کتله یک جدار زخیمی داره که با کلسیفیکشن در بینشان دندان دیده میشه، در بینشان کلسیفیکشن دیده میشه، در بینشان شهم دیده میشه. میگه می در حقیقت چی است؟ این درموید سیست است یا تیراتوما است، چون همه ساختمان های از اکتودرم و اندودرم هر دو در جان خود داره و ما شما خوانده بودیم که درموید سیست همیشه در انتریور میدیاستین مشاهده میشه و سیتی اسکن تشخیص درموید سیست نقش اساسی را ایفا میکنه. خب اگر به شکل خلاصه بگیم سیتی اسکن چی کار با ما میکنه؟ سیتی اسکن میتونه به ما شکل یک کتله، سایز یک کتله، ماهیت یک کتله نشان بده، ماهیت چه تا حد نشان بده که این مایع هست یا شحم هست یا هوا هست، کلسیفیکشن ها را شاید نشان بده چون کلسیفیکشن دنسیتی یا کثافت بلند داره، بنابراین در سی تی اسکن هانسپن نمبر بالاتر از 1000 داره. اگر شحم باشه هانسپن نمبرشون حدود 3% می، اگر تایراید باشه توسط مواد کثیفه خوب درخشان میشه و ما شما آن را با آسانی دیده میتونید. دیگه باز هم ما شما به کاتالات سوپر میدیاستین برمیخوریم که بیشتر میتونه لنفادنوپاتی باشه، اما گاگا تشخیص پیش ما مغلق میشه، نمیشه به اکسری، مجبور است سی تی اسکن کار بگیریم. اینجا هم ما شما یک کافت را میبینیم که ظاهرا با برانکیال سیست شباهت دارد، اما زمانی که لترال اکسری میگیریم میبینیم که بسطول فقرات در ارتباط است. میده خط نیوروجینیک تومور است که مربوط به پوستر میدیاستین است که در اینجا ام آر آی نقش اساسی را ایفا میکنه. البته هر زمانی که شما به کتله میدیاستین برخوردین طبق یک قانون بهتر است که از کت از لترال اکسری استفاده بکنین تا ببینید که مربوط به کدام میدیاستین است و بعد از این نظر به ضرورت معاینه لازمه خود را توصیه بکنید. دیگه نو میدیاستین، موقعیت هوا در داخل میدیاستین را نو میدیاستین میگن. هوا چرا در میدیاستین پا وجود میاد؟ دلایل مختلف داره، شاید تروما به قفس صدری وارد شوه که برقه بشکنه و بالاخره هوا داخل میدیاستین. اما دلیل عمده ایشان که از اندوسکوپی هستن، اندوسکوپی بعض وقت سبب میشه که میری پاره شه. میری چرا پاره میشه زمان اندوسکوپی؟ چون میری سیروزا نداره. در بین جهاز هضمی ما شما میری بدون سیروزاست، بدون طبقه سیروزاست، بنا نازک از باسانی رپچر میکنه. اگر یک کسی که اندوسکوپی خوب یاد نداره و کورکورانا اندوسکوپی رو انجام بده امکان داره که میری را پرپوریشن بده و پرپوریشن میری سبب هوا داخل میدیاستین میشه. در اکس ری ما شما هوایی را میبینیم که در اطراف میدیاستین، در اطراف قلب هم تا ترخیا گسترش یافته، به شکل یک خط رادیولوسنت شفاف اینا مشاهده میشه به وضاحت تا قسمت بالای ترخیا. در لترال اکس ری هم در زیر استرنوم ما شما این هوا را مشاهده کرده میتوانیم که در اطراف قلب تجمع یافته به شکل خطوط. ولی باز هم میگیم که در اکس ری دیدن نمو میدیاستین کم مشکل است، باز هم بهترین معاینه ما همانا سی تی اسکن است. در سی تی اسکن شما میبینید هوا را در اطراف قوس ابهر خیلی به وضاحت مشاهده کرده میتوانیم و کمترین نمو میدیاستین را هم شما به کمک سی تی اسکن در مقطع اکسیال کورونال یا ساجیتال دیده میتوانیم. دیگه هایلر این انلارجمنت است یا بزرگ شدن هایلم است. بزرگ شدن هایلم البته میشه دو دلیل داشته باشه در کلیه که دلیلشان مربوط به اویه هست و دیگه مربوط به مس یا کتلات هست. اول هایلم از چی جور شده اگه یادتان بود ما شما در اول خواندیم که هایلم یا سوریریا که هست سه ساختمانده این نقش داره، یکی اویه هستن شریان جوی وارد جویس، دیگه برانکس هستن و لمف هستن. ولی بیان ما باشه که برانکس و لمفس قدر زیاد نقش در ساختار هایلم ندارن. پس هایلم ایریا همیشه چیزی که زیاد آن رو برجسته می سازه آن اویه ایریوی، شریان ایریوی و ورید ایریوی، شریان ایریوی، ورید ایریوی، برانکس و لمف ای هایلم را می سازه. اما مهمترین ساختار هایلم را اویه ایریوی می سازه که همان شریان و ورید ایریوی است. و ایره هم خوانده بودیم که شریان ایریوی هایلم طرف چپ ما بلندتر موقعیت داره، هایلم طرف راست ما موقعیتشان پایین است. خب در صورتی که ما شما دیدیم که هایلم بزرگ است بچی حدس میزنیم، میگم هرگاه ما شما دیدیم که هایلم بزرگ است اول فکر میکنیم که ای دو طرفه است یا یک طرفه. دوم اگر فکر خب بعد از این باز فکر میکنیم که بزرگ است، بله بزرگ است، خیلی دو دلیل شاید داشته باشه، یا ای که اویه هایپرتروفی کرده دلیلشان های اویه است و یا هم امکان داره دلیلشان کتله باشه. اینا گپ ما شما هایلم را بزرگ دیدیم در راست یا در چپ،
پشت دو علت میگرده، ممکن علتشون هایپرتروپی یویا باشه، یعنی فشار شریان ریوی بلند است یا ولی ریوی بلند است که سبب شده تا هایلم را به ما بزرگتر نما بده، و یا هم امکان داره کدام کتله در این ساحه باشه. شتویی از هم دیگه تفکیک شوه کی کتله است یا هم اویا هست. میگین در صورتی که هایلم به شکل برنج برنج شاخ شاخ بود، کلان شدنشان دو طرفه بود و به بزرگی قلب یک جا بود، میگیم این دلیلشان واسکولر انلارجمنت است یا بزرگ شدن اویا است. هرگاه دیدیم هایلم طوری بزرگ بود که دو طرفه بود، شاخ شاخ برنج برنج بود و به بزرگی قلب یک جا بود، میگیم وی واسکولر انلارجمنت است. اما در صورتی که دیدیم که ممکن دو طرفه باشه، شاخ شاخ نباشه و به بزرگی قلب یک جا نبود، میگیم این دلیلشان مس یا کتله است. علتی که کتله هست هم دو علت ممکن داشته باشه، یا عقدات لنفاوی در این ساحه بزرگ شده و یا هم کدام کانسر در این ساحه به وجود آمده. یعنی آسان شوه، بیاین که آسان بکنیم. زمانی که به بزرگی هایلم ما برخورد میکنیم، اول باید از خود پرسان بکنیم که این بزرگی هایلم چه قسم بزرگ شده؟ آیا به شکل برنج برنج شاخ شاخ بزرگ شده؟ به بزرگی قلب یک جا هست یا نه؟ و دو طرفه است یا نه؟ اگر دو طرفه بود، برنج برنج بود و بزرگی قلب یک جا بود، علت عمدهشان واسکولر انلارجمنت است، بزرگ شدن اویه ریوی است. هدف ما از اویه ریوی فرط فشار شریان ریوی و یا هم ورید ریوی است که اویهشان را بزرگ نسازد. در صورتی که دیدیم که شاخ شاخ نیست، برنج برنج نیست و به بزرگ شدن قلب یک جا نیست، میگه علت عمدهشان مس است یا کتله هست، کتلات است. کی کتلات میتونه منشهشان لنف نودها باشه و یا هم کنسر باشه. سی تی اسکن در تشخیصشان نقش اساسی داره. اگر دیدیم که کتله ما، اگر تصور بکنیم که کتلات فکر کردیم که کتله هست، برنج برنج نیست، شاخ شاخ نیست، در این صورت ما شما باز میبینیم این کتله ای که هست، آیا این یک طرفه است یا دو طرفه بزرگ شده؟ اگر هایلم دو طرفه بزرگ شده باشه، در این صورت سرکویدوز علت عمدهشان هست، لنفوما ممکن علتشون باشه یا هم انتانات باشه. در صورتی که یک طرفه بزرگ شده باشه، متاستاز، لنفوما یا گاگا انتانات علتشان شده میتونه. در اینجا شما ببینین برنج برنج هست، شاخ شاخ هست و بزرگی قلب یک جاز بیشتر، دلیلشان فرط فشار شریان ریوی است. اما در اینجا دو طرفه بزرگ است و قلب بزرگ نیستن، شاخ شاخ برنج برنج نیست، میگه بیشتر دلیلشان سرکویدوز است. در اینجا هم شما بینین هایلم یک طرفه بزرگ است، پس دلیل عمدهشان ممکنه متاستاز، لنفوما و یا هم نادرن انتانات چون توبرکلوز و یا هم امکان داره که فنگس ها باشن. در اینجا هم انتان هدف ما بیشتر توبرکلوز است. پلورالی فیوژن هم از آفات هستن که ما شما البته آن را میبینیم گاگا و در اکسری یا در سی تی اسکن و اعراض علائمش شما میفهمین. پلورالی فیوژن میتونه فری باشه و میتونه لوکالایز باشه که آزادشان، یعنی در جو پلورا ممکن مایع آزاد باشه و در جای خاص تجمع کرده باشه، که صورتی در جای خاص تجمع کرده باشه بیشتر اصطلاح ام پی ام با استفاده میکنیم، به شرطی که انفکت یا منتن هم شده باشه. و در صورتی که پلورالی فیوژن در جای محصور از پلورا باشه، با تومور مغالطه میشه. البته رادیولوژی و اکس ری و سی تی اسکن ما کمک میکنه. خب چی وقت بگیم که مریض ما پلورالی فیوژن داره؟ میگیم هر زمانی که ما شما دیدیم کدام پلورالی فیوژن، لوکالایز یا فری. البته اینجا هدف ما اول فری است. چی وقت بگیم که مریض ما پلورالی فیوژن داره از نوع فری؟ میگیم زمانی که یکی از سه علامه موجود باشن، ساحه رادیوپک باشن، اینا ساحه رادیوپک است، کوست فینگنگل رو بسته کرده، اینا بسته کردن، این ساحه رادیوپک طوری باشه که کنار اون سیشان پایین تر از کنار وحشی باشه. یک کنار وحشی است، یک کنار اون سی، این ساحه رادیوپک است. کنار وحشیشان بالاتر است، کنار اون سیشان پایین تر است. خیلی هر گاه ما شما یک ساحه رادیوپک دادیم، دیدیم در قاعده ریک کوست فینگنگل رو بسته کرده باشه و این ساحه رادیوپک طوری باشه که کنار وحشیشان بالاتر و کنار اون سیشان پایین تر باشه، میگیم این پلورالی فیوژن فری هست و این معنی که در جوف پلورا آزاد است. اما در صورتی که ما شما دیدیم که پلورالی فیوژن به شکل یک ساحه محدود در یم مشاهده شد و کانسر مغالطه میشه، خیلی چطور شد که را ما تشخیص تفریقی بکنیم؟ مثلا در اینجا در این صورت ما شما لترال اکسری میگیریم. اگر شکل خود را در لترال اکسری حفظ کرد، بازم ممی تو مدور بود، میگیم راستیم که شاید تومور باشه،
ولی اگر شکل خود تغییر داد میگیم نه این تومور نیست، این پلورالی فیوژن است. مثال خوبشون اگه شما ببینید یک ساختاری نمیبینیم تقریبا مدور یا غیر منظم، حدس میزنیم که شاید یک تومور باشه. زمانی که لترال اکستریم میگیریم سعی کنیم با امتداد فشار دراز شد، پس میگیم که این تومور نبودی در قد پلورال ای فیوژن است در بین فشار محصور است که گاگا با تومور مغالطه میشه. خیلی دو نوع پلورال فیوژن داشتیم، فری آسان بود دیدنشان، کوست پرنیکنگل نابسته میکنه، ساحه رادیوپیک است، کنار وحشیشون بالاتر، کنار اونسیشون پایین تر و ترخیا میدیاستین رو به طرف مقابل بزنن. در حالی که پلورال فیوژن منحصر در بین فشار به شکل کتله مشاهده میشه. اگر لترال ایکس ری گرفتیم هنوز هم شکل خود را حفظ کرد، همان شکل مدور ماند، میگیم این تومور است. اگر نه با امتداد فشار دراز شد میگیم این پلورال افیوژن است. سی تی اسکن هم خیلی کمک میکنه و کمترین پلورال افیوژن را بین پلورای حشوی و جداری به ما شما نشان داده میتواند. اینجا هم نظر به نمبر آن سپل دنسیتی پایین داره. التراساوند هم خیلی کمک میکنه و فعلا در عصر حاضری که ما شما هستیم از التراساوند به خاطر دیدن پلورال افیوژن فری خیلی خیلی استفاده میکنیم و در تخلیه پلورال افیوژن هم ما از راهنمایی التراساوند کار میگیریم. اگر شما اینجا ببینید پلورای حشوی است که با دیافرام جداری است که با دیافرام چسبیده، پلورای حشوی که به طرف ریه هستن و در بین دو پلورا ما شما یک ساحه هایپویکویک میبینیم که خیلی خوب با وضاحت نمایندگی از پلورال افیوژن میکنه. در صورتی که پلورال افیوژن محصور باشه و انفکتد شده باشه نامش میماریم امپیام. البته امپیام باز مانند پلورال افیوژن واره نیست، امپیام به شکل ایر فلوید لول دیده میشه، ایر فلوید لول هموار مشاهده میشه که کوستو پرنیکنگل را بسته کرده در یک طرف صدر. البته سی تی اسکن دیجا خیلی کمک میکنه، دیجا هم شما ایر میبینیم و فلوید می ایر دیجا ایر و ای هم فلوید در سی تی اسکن. التراساوند هم خیلی خوب کمک میکنه که مایعشان رو به شما نسبتا های پریکویک نشان میده که دلالت به ام پی ام میکنه. ام پی ام به شکل ایر فلوید لول دیده میشه که کوستو پرنیکنگل را مکمل بسته کرده و در سی تی اسکن هم خیلی خوب میبینیم ایر فلوید لیول. شما به شما سوال پیدا میشه که ایر چرا در ام پی ام است؟ دو دلیل داره، یا یکی امکان داره با کدام برانکس ارتباط داره و یا فستول داره و یا هم علتشان اینجا گاز گنگرین ها یا باکتریا های هستن که گاز را تولید میکنن و این سبب تولید گاز میشه. خیلی در صورتی که ما شما هایدرو توراکس دیدیم و هیمو توراکس با مذرت و نومو توراکس و هایدرو توراکس اینجا دیدیم میگه می بیشتر ام پی ام است. اینجا ما شما میبینیم که حواس و دزرشون ما اینجا هم ایر فلوید لیور اکس های رادیو پک میگه می مریض ما بیشتر یک ام پی ام داره. دیگه پلورال تومور ما شما مشاهده میکنیم، پلورال تومور ها که است معمولا متاستاتیک است و 1% تومور ها که است ای از خود پلورا منشه میگیره. توموری که خیلی نادر است و اکثرا سایر خبیث داره او میزوتلیوماست که از میزوتلیوم منشه میگیره است خود پلورا و البته قاعده وسیع داره و با پلورال افیوژن اکثر وقت یک جا میباشه. گاگا مریض ما پلورال تومور داره اما رزوندیشن پلورال افیوژن میباشه که در این صورت بیوپسی بس به ما کمک میکنه. اینجا هم شما ببینید که پلورا خیلی زخیم شده، غیر منظم است، نودولیر گشته و این از تظاهرات میزوتلیوماست که از خواصش است تمام پلورا را دور میزنه و به شکلی یک ساختمان از ساب تیشو مشاهده میشه، غیر منظم و دندانردار. در ایکس ری هم ما شما میبینیم که قسمت محیطی صدر رادیو پک مشاهده میشه و غیر منظم. در سی تی اسکن هم ما شما تومور را میبینیم بسید که پلورا غیر منظم دبل زخیم و طوری باشه که مکمل ریه را دور زده باشه. میگیم این میزوتلیوماست که تشخیص قطعی را با بیوپسی وضع میکنه. کلسیفیکیشن را گاگا ما شما در چی میبینیم؟ در پلورا میبینیم که اگر یونی لترال باشه ام پی ام و تی بی لاتش است و در صورتی که بای لترال باشه اسبستوس دلیلشان شده میتونه. گاگا کلسیفیکیشن ها را ما شما ایدیوپاتیک یا بدون دلیل میبینیم. آخری عنوان ما نوموتوراکس است، تجمع هوا در بین جوب پلورا را ما شما نوموتوراکس میگیم. نوموتوراکس را باید چند صفت ما شما مشخص میکنیم. یک، ساحه ای که نوموتوراکس دو دیده میشه دو ساحه هست رادیولوسنت دیده میشه، هیچ اویه در این مشاهده نمیشه. خط پلورایی حشوی را ما شما بینید سایی که در اتحادی پلورای حشوی و پلورای جداری منطبق است. هر در بین پلورای جداری و حشوی هوا جمع شد و پلورای حشوی را به طرف ریه تیله میکنه. این شما بینید یک پلورال لاین را ما شما مشاهده میکنیم. در این ساحه ساحه رادیولوسنت است، هیچ نوع خط نشانه از اویه در بین جدیده نمیشه و پلورال لاین را ما شما بینیم که به طرف ریه
جمع شده و میدیاستین رو به طرف مقابل میزنه. و اینجا هم عینی موضوع است. شما میبینین که این ساحه رادیولوسنت نمیشه که هیچ به این شکل نشانه از زاویه در اینجا دیده نمیشه. خط پلورایی خیلی واضح دیده میشه به این معنی که پلورای حشویی به طرف ریه را جمع کرده. پلورای حشویی را به طرف ریه جمع کرده و ما شما این خط پلورایی را دیده میتونید و میدیاستین رو هم به طرف مقابل میزنه. در اینجا هم عینی موضوع است. شما اینجا میبینین که یک ساحه رادیولوسنت میبینین که خط پلورایی را میبینیم که پلورای حشویی را با ریه به طرف سوره ریه جمع کرده است و میدیاستین را به طرف مقابل زده. در هر واقعیتی که شما دیدین که ساحه رادیولوسنت بود، خط پلورایی را مشاهده کردین و در ساحه هیچ نوع نشانه از زاویه نبود، میگیم میمدید ما نوموتوراکس داره که باز نوموتوراکس شما دیدین انواع مختلف داره. یک بار داخلیتان را شما مرور بکنین، فقط در سمستر گذشته شما را داخلیتان خواندین و امید که آن را دوباره شما مرور بکنین. البته در سیتی اسکن نوموتوراکس را خیلی خوب میبینیم. شما میبینین در اطراف البته در بین پلورای حشوی و از جداری ما شما چی نمیبینیم؟ هوا را میبینیم خیلی واضح به شکل هایپو دنس واضح و کمترین نوموتوراکس را هم شما در سی تی اسکن تشخیص کرده میتوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.